در چند هفته پس از آن در 27 خرداد 1382 17 ژوئن 2003 در یک حمله بزرگ پلیس فرانسه به مقر شورای ملی مقاومت در فرانسه، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و بیش از 160 عضو مقاومت ایران دستگیر شدند. توطئه‌ای که بر اساس خواستهای سران رژیم ایران طراحی شده بود. اما به رغم انتظار دشمنان که از نابودی کامل مجاهدین نامی بردند، آن توطئه را به شکست کشاندند و مقاومتی که مجاهدین رکن اساسی آن هستند به دستاوردهای بسیار با ارزشی هم نائل آمد. از جمله با بسیج یک جبهه جهانی از وجدانهای بیدار توانست 27 کشور اتحادیه اروپا را وادار کند که برچسب شرم‌آور ننگین تروریستی را که در می 2002 توسط اتحادیه اروپا به خواست رژیم آخوندی به مجاهدین زده شد را از روی نام این سازمان بردارند. در نوک پیکان این مبارزه بی‌وقفه مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران قرار داشت که جبهه‌ای و لشکری عظیم از برجسته‌ترین حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق بین الملل در جهان و همچنین محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی و مذهبی جهان شامل نمایندگان شریف پارلمان‌های جهان را به یاری مقاومت ایران آورد. رژیم آخوندی در تمامی سالهای پس از جنگ 2003 یک لحظه از توطئه برای نابودی شهر اشرف دست نکشید. اولین اقدام شکست خورده در 19 آذر 82 بود که شورای حکومتی عراق بر اساس دستور دیکته شده توسط ولی فقیه ارتجا برای اخراج مجاهدین از این کشور بیانیه‌ای صادر کرد و به مجاهدین 3 هفته وقت داد که عراق را ترک کنند.